به طور معمول انتخاب لباس روزانه افراد شامل لباس‌های راحت و غیر رسمیه که به اون استایل کژوال یا کژوال اسمارت میگن. برای اینکه بتونید یک استایل کژوال داشته باشید که شیک هم به نظر برسه، نیاز به کمی تمرین و دیدن استایل‌های خوب زیادی دارید. با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید تا راهنمایی برای ساخت استایل کژوال داشته باشید. به مدل آدم خوش اومدید. لطفاً اگر از دیدن این ویدیو لذت بردید، حتماً لایکش بکنید و نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید. تعریف استایل کژوال. استایل کژوال یکی از درس کد‌های مشهوره. این استایل شامل لباس‌های کاملاً غیر رسمیه. اگر بخواید کمی رسمی‌تر به نظر برسید، میتونید استایل اسمارت کژوال رو انتخاب کنید و با ترکیب لباس راحت و چند قطع لباس رسمی ظاهری شیک داشته باشید. اگر میخواین به یک مهمونی عصر پیش دوستاتون برید یا میخواین یک قرار ملاقات بی نقص داشته باشید، از بین استایل‌های رایج در دنیای مد، اسمارت کژوال انتخاب بسیار خوبی برای شماست. برای داشتن استایل اسمارت کژوال میتونید ترکیبی از لباس‌های غیر رسمی و رسمی رو انتخاب کنید. برای مثال کفش پاشنه بلند رسمیه که میتونید با شلوار جین رو بپوشید یا کتونی رو با شلوار کتون ست کنید. چند قانون ساده برای داشتن استایل کژوال زیبا. از لباس‌های خیلی تنگ دوری کنید. لازم نیست که حتما لباس‌های اوورسایز بپوشید، اما معمولاً لباس‌هایی که آزاد هستن احساس راحتی و غیر رسمی بودن بیشتری رو القا می‌کنن. اگر هدفتون اینه که استایلی راحت و بدون دردسر درست کنید، لباس‌های خیلی تنگ رو کنار بذارید. دامن‌های مدادی یا پیراهن‌هایی که به بدن می‌چسبن نپوشید. اما اگه دوست دارید شیک هم به نظر برسید، از لباس‌های فیت استفاده کنید. برای مثال استفاده از بلوز یقه‌اسکی توی زمستون ایده خیلی خوبیه. شلوار جین رو از قلم نندازید. شلوار جین راحتی رو که دارید برای استراحت در بیرون از خونه یا گذراندن وقت کنار دوستانتون انتخاب بکنید. جین رو تقریبا میشه با هر چیزی ست کرد و ظاهر غیر رسمی اما مناسب ایجاد کرد. به جز شلوار جین، پوشیدن کت جین، سرهمی یا سایر آیتم های جین هم میتونه ایده خیلی خوبی باشه. شلوار جینتون رو با یک تیشرت گشاد یا بلوز با یقه آزاد ست کنید. برای کفش هم میتونید از کتونی های راحت استفاده کنید. پوشیدن بوت زیر شلوار بوتکات یا از روی جین اسکینی هم یکی از استایل های رایج کژواله که ساختنش برای هر کسی آسان. تیشرت ها همه کاره هستن. تیشرت از اون آیتم هایی که همه جوره ست میشه. برای بالاتنه چیزی بیش از تیشرت نمیتونه حس غیر رسمی بودن و راحتی رو القا کنه. به علاوه با پوشیدن تیشرت مناسب میتونید استایل شخصی خودتون رو هم به دیگران نشون بدید. از تیشرت هایی با جمله های جالب و بامزه یا مد روز استفاده کنید یا تیشرت هایی با گلدوزی های مختلف یا رنگ های متفاوت رو امتحان کنید. پولو شرت یا بلوز دکمه دار بپوشید. برای یک قرار نهار دو نفره که چندان هم رسمی نیست، به چیزی بیش از تیشرت نیاز خواهید داشت. اگر دوست دارید کمی رسمی تر باشید، پولو شرت یا بلوز های دکمه دار انتخاب جذابی هستن که در این حال که استایل غیر رسمی شما رو برهم نمی زنن، شیک و مناسب هم هستن. پولو شرت میتونه با شلوار جین راسته و کفش های کتونی ست بشه، یا اگر از بلوز دکمه دار استفاده می کنید، آستین های اون رو تا نیمه تا بزنید تا ظاهری جذابتر و کمی غیر رسمی تر داشته باشید. در این صورت هم آراسته هستید و هم خیلی رسمی به نظر نمی رسید و یک استایل کژوال بی نقص درست کردید. با جامپر و سویشرت اوورسایز ظاهرتون رو کامل کنید. پوشیدن یک ژاکت جلوبسته اوورسایز برای روزی که می خواهید استراحت کنید و لذت ببرید عالیه. این لباس برای رفتن به سر کار یا انجام خیلی از کارها مناسب نیست، اما پوشیدنش در یک روز تعطیل محشره. جامپر یا ژاکت خودتون رو با شلوار جین، کفش کتونی یا بوت ست کنید و لذت ببرید.
با صندل و پیراهن یک ست راحت بسازید. برای یک قرار عصرانه در یک روز تابستانی چیزی بیشتر از یک پیراهن ساده، صندل و عینک آفتابی ظاهری کژوال و جذاب به شما نمیده. میتونید از سارافون یا لباس‌های جلوبندار هم استفاده کنید. برای روی لباستون هم از یک ژاکت سبک استفاده کنید یا در زیر سارافونتون یک تیشرت ساده بپوشید. انتخاب‌های مناسب برای لباس رو. زمستان امسال داشتن استایل با لباس‌های لایه لایه رایج و جذابه. بنابراین برای داشتن یک استایل کژوال عالی بد نیست فکری هم به حال لباس‌های رو بکنید. در زمستان چند انتخاب برای شما وجود داره که هم ظاهرتون رو غیر رسمی و هم ترندی و زیبا نشون میده. اگه دوست دارید کاملا کژوال باشید، چند قطعه لباس وجود داره که در فشن امروز مورد پسند هم است. اول از همه به سراغ هودی برید. هودی های جلو بسته به همراه جین و کتونی انتخاب امن و بی درد سریه. اما اگه دوست دارید نگاه‌های بیشتری رو به خودتون جلب کنید، به استایل گرانج هم علاقه دارید، یک بلوز چارخونه یا فلانل رو از روی تیشرت ساده خودتون بپوشید. این استایل رو میتونید با کلاه بافت، شلوار جین و کتونی کامل کنید. پوشیدن یک ژاکت بافت بلند هم ایده جالبیه و ظاهر غیر رسمی شما رو حفظ میکنه. شاید تصمیم داشته باشید کمی از اینها رسمی تر باشید. پس از لباس‌های اوورسایز دور بشید و به جاش به سراغ کت‌های نیمه رسمی برید. برای مثال یک کت کتان نیمه رسمی انتخاب مناسبیه. بسیاری از ترنج کت‌ها هم میتونن ظاهر غیر رسمی شما رو حفظ کنن. ست لباس‌های اسمارت کژوال زنانه. اگر یک قرار دخترانه با دوستتون دارید و نمیدونید چی بپوشید که هم راحت باشه هم شیک، ما براتون چند تا پیشنهاد جالب داریم. برای بالاتنه. برای اینکه کمی رسمی تر باشید، میتونید از کت بلیزر روی یک بلوز نیمه رسمی استفاده کنید. بلوزهای دکمه دار انتخاب امن و خوبی هن. اگر نمیخواید زیادی غیر رسمی باشید، از پوشیدن تیشرت های کتون با طرح‌های چاپی گرافیکی خودداری کنید. برای مانتو میتونید از مانتوهای جلو باز استفاده کنید که ظاهرشون نیمه رسمی هستند. مانتوهای کتی شیک هم انتخاب خوبی هستند، به شرطی که خیلی ظاهرتون رو رسمی نکنند. میتونید به جای مانتو از کت یا ژاکت های نیمه رسمی استفاده کنید. کت بلیزر از جمله آیتم های ترندیه، به علاوه ترنج کت هم یک انتخاب کلاسیک و امن برای شماست. برای پایین تنه. برای پایین تنه میتونید از دامنهای راسته یا شلوارهای نیمه رسمی استفاده کنید. اگر میخواین استایل خودتون خیلی راحت و کژوال نباشه، از جین زابدار، بگی یا مام استفاده نکنید. جینهای تیره و راسته یا اسکینی انتخاب بهتری هستن. برای کفش، صندل‌های تخت، کفش‌های لوفر، باله و آکسفورد رسمی نیستن، اما استایل شما رو نسبت به کتونی کمی رسمی‌تر نگه می‌دارن و برای ساختن یک استایل اسمارت انتخاب‌های عالی هستن. اگر از کفش اسپورت استفاده می‌کنید، مراقب باشید که حسابی تمیز و مرتب باشه. با توجه به استایل شخصیتون، کفش‌های بوت تا مچ پا هم برای یک برنامه نیمه رسمی مناسب هستن. برای اکسسوری، برای اکسسوری از زیورالات ساده تر استفاده کنید. یک یا دو اکسسوری کافیه. یک ساعت شیک به همراه انگشتر یا گوشواره ساده میتونن کافی باشن. ست لباس های اسمارت کژوال مردانه. قرار اول از اون قرارهایی که ممکن آدم رو به شک بیندازه. پوشیدن لباس در استایل اسمارت کژوال یک فشن امن برای شما خواهد بود. برای بالاتنه، پیراهن‌های جلو دکمه دار انتخاب امن و راحتی برای شما هستند. رنگ‌های خیلی تند رو کنار بذارید تا کمی رسمی‌تر به نظر برسید. البته لازم نیست لباستون یک پیراهن رسمی مثلا با دکمه سردست باشه. پیراهن شما میتونه آستین بلند یا آستین کوتاه باشه، هر دو مناسبن. میتونید این ترکیب رو با یک کت اسپورت تکمیل کنید. برای پایین تنه، شلوارهای کتان یک ظاهر نیمه رسمی به شما میدن. ممکنه بخواید کمی غیر رسمی تر بپوشید. پس جین انتخاب بعدی شماست. جینهای زابدار یا بگی نپوشید. به جاش یک جین راسته را انتخاب کنید و اگر رنگ اون تیره تر باشه استایل شما رسمی تره. پس برای داشتن یک استایل اسمارت مناسب جین تیره و راسته یا اسکینی رو انتخاب کنید. برای کفش،
میتونید از کفش چرم استفاده کنید. همچنین کفش های آکسفورد و لوفر هم ظاهر خوبی به شما میدن. کتونی رو تنها زمانی انتخاب کنید که یک کتونی تر و تمیز و نو دارید. در غیر این صورت ممکنه ظاهرتون به نظر به هم ریخته باشه. برای اکسسوری، بهترین اکسسوری برای یک استایل اسمارت کژوال یک ساعت شیک یا دستبندهای ساده است. عینک آفتابی هم میتونه استایل نیمه رسمی شما رو تکمیل کنه. از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم و امیدواریم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما یادتون باشه که دکمه سابسکرایب رو بزنید.